نام مزدک، نام خانوادگی مریانه همدانی، محل تولد رشت، تاریخ تولد 3 شهریور 1383، نام پدر علی مریانه همدانی، نام مادر شهناز صادقی، تحصیلات دوم دبیرستان، محل شهادت رشت. درد مشترکیم، فریاد کن. شهید مزدک مریانه همدانی در یک خانواده زحمتکش کارگری در رشت در 3 شهریور 1383 به دنیا آمد. مزدک کوچکترین فرزند خانواده بود. او بسیار ساکت و آرام و با ادب بود. مقطع ابتدایی را در مدرسه نبوت در خیابان گلباغ نماز رشت و دبیرستان را تا مقطع دوم نظری در مدرسه روزبهان رشت خوانده بود. وقتی تعطیلات تابستانی شروع می شد، مزدک به جای گردش و تفریح کارگری می کرد تا بتواند کمک کار معیشت خانواده باشد. مزدک بسیار زندگی را دوست داشت و برای بهتر زندگی کردن دیگران کوشش می کرد. همیشه از دردی به نام مشترک بین رفقایش مشهور بود. وی همه مشکلات جامعه را در حکومت ضد بشری ولایت فقیه می دید و می گفت تا این آخوندها سرنگون نشوند، مشکل ما جوانان و مردم ایران حل نمی شود. پس باید قیام کرد و این رژیم را سرنگون کرد. مزدک باور و ایمان به راهی داشت که می دانست شاید خطر داشته باشد، اما به دوستانش می گفت باید خطر کرد و الا زندگی همین است. مزدک می گفت بچه ها نباید ترسی. ترس من و شما تبلیغ ماندگاری ملاهاست. ترس من و شما هدف نهایی این کثافت هاست. مزدک در حالی که تازه 17 سالش را تمام کرده بود به صفوف تظاهر کنندگان در کف خیابانهای رشت پیوست و در صحنه‌های قیام سراسری 1401 حضور فعال داشت. مزدک با روحیه شورشگری و نشاطی که داشت بعد از مدتی لیدر یک گروه قیامی در صحنه شد. او با ذوق و انگیزه بالا به این کار افتخار میکرد. دوستانش میگفتند او همه چیز را به ما یاد میداد. اینکه در هر صحنه چه کار کنیم، چه شعاری بدهیم، چطوری با همدیگر قدرت جمعی من را در صحنه مانور بدهیم و چطور بسیجی ها و پاسدارها را گوشمالی بدهیم. یکی از دوستانش می گفت او هیچگاه خسته نمی شد چون او خود را در گروهی که لیدری می کرد تکثیر شده می دید. او در 7 آبان 1401 در رشت در یک تظاهرات مسالمت آمیز با تعدادی از جوانان رشت در حین گوشمالی دادن بسیجی ها و شعار دادن مرگ بر خامنه ای آزادی 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 دستگیر شد و به زندان لاکان رشت منتقل و زیر شدیدترین شکنجه ها و آزار و اذیت جسمی و روحی شبانه روزی از طرف بازجویان و پاسداران ضد بشری قرار گرفت. ایستادگی مزدک در زیر شکنجه زبان زد تمامی زندانیا شد. مزدک قهرمان زیر شکنجه هیچ کدام از دوستانش را لو نداد و اسم همرزمانش را با خون خود به جان خرید. از مزدک قهرمان عاجزانه خواستند که توبه کند و دوستانش را هم لو بدهد، اما گفت هرگز هرگز، من یک لیدر هستم. بعد از 2 هفته با سپردن وثیقه میلیاردی در تاریخ 21 آبان 1401 آزاد شد. اما وقتی مزدک آزاد می شود دیگر آن مزدک با نشاط نبود. او فردی گوشه‌گیر و کاملا منزوی شده بود. شکنجه اما نتوانست جلوی هدف مزدک را بگیرد. او می گفت باید انتقام گرفت، باید اینها را به سزای اعمال ننگینشون رسوند. او را به خاطر آثار شکنجه و خوراندن دارو و آمپولهایی که داغانش کرده بود به بیمارستان منتقل کردند. پزشکان اعتراف می کنند که دارو و آمپول زدن تا مزدک با مرگ تدریجی و یا خودکشی به شکل عادی از بین برود. مزدک بعد از آزادی به اطرافیانش گفته بود منو تهدید کردن که اگر کارهایی که با تو کرده ایم را به خانواده یا اطرافیانت بگویی همه اعضای خانوادهت رو میکشیم. مزدک میگفت باید اینها را به سزای اعمالشان برسانیم. او همیشه میگفت من هیچ کدام از دوستانم رو لو ندادم، یا باید خودم بمیرم چون چیزی برای از دست دادن ندارم، یا باید آنها را به سزای اعمالشان برسانم. مزدک بعد از آزادی سراغ خریدن سلاح سر جهت انتقام رفت. مزدک در تاریخ 3 فروردین 1402 به دوستان شهیدش می‌پیوندد.
یاد و نامش جاودان باد و راهش پر رهروباد.